به نام خداوند بخشاینده و مهربان، سلام و وقتتان بخیر. با یکی از ویدیوهای دیگر از این کانال خوش آمدید. توجه کنید به چند رویداد کوتاه خبری که تازه به دسترس ما قرار گرفت. منابع مستقل از مرکز عمومی توزیع شناسنامه‌های برقی در سرای شمالی شهر کابل به خبرگزاری راست گفتند شناسنامه‌های برقی که در زمان حکومت جمهوریت به گونه معیاری از سوی این اداره چاپ شده بود قبلا تمام شده و گروه طالبان 1,000,000 شناسنامه برقی جعلی را که در پاکستان چاپ شدند به کشور انتقال داده و به شهروندان توزیع کرده است. به گفته منبع، شناسنامه های جعلی چاپ شده از سوی گروه طالبان در پاکستان مشکل فنی داشته و به گفته او در کنار نداشتن کیفیت، چپ های آنها نیز غیر فعال بوده که به سیستم مرکزی این اداره وصل نمی شوند. به گفته منبع، در عقب تمامی شناسنامه های برقی یک ذخیرگاه الکترونیکی اطلاعات بوده که هنگام وصل شدن به سیستم تمام اطلاعات خصوصی فرد را نشان می دهد. اما 1,000,000 شناسنامه جدید که در پاکستان چاپ شده این ویژگی را نداشته و جعلی است. منبع همچنان گفته از گروه طالبان این کار را به منظور جمع‌آوری پول و افزایش عواید انجام داده و در چند ماه گذشته با توزیع این شناسنامه های جعلی میلیون ها روپیه کابلی و افغانی پول جمع‌آوری کردند. در حال حاضر گروه طالبان قیمت هر قطع شناسنامه برقی را 500 افغانی تعیین نموده و با توزیع این مقدار شناسنامه 5,000,000 پول شهروندان را با فروش این اسناد جعلی دریافت کردند. به گفته منبع، گروه طالبان تمامی 1,000,000 شناسنامه جعلی را که در کشور پاکستان چاپ کرده بودند توزیع نمودند و در حال حاضر این اداره با کمبود شناسنامه سفید مواجه شده است. منبع همچنان در ادامه گفته از بحث روی چاپ مجدد شناسنامه با همان خصوصیات جعلی در پاکستان جریان دارد. اخیراً گروه طالبان شناسنامه هایی را برای شهروندان توزیع نمودند که میعاد استفاده آن 10 سال است و با گذشت این مدت زمان تاریخ آن ختم شده و شهروندان مجبور به اخذ دوباره هستند. موردی که در شناسنامه های چاپ قبلی از سوی حکومت پیشین وجود نداشت و آن تاریخ انقضا نداشتند. بحث روی چاپ مجدد شناسنامه های جعلی برای شهروندان کشور با پاکستان در حالی از سوی گروه طالبان جریان دارد که در حال حاضر روند توزیع این سند ملی در مراکز توزیع آن کند بوده و برخی مراکز به دلیل نبود شناسنامه روند توزیع آن را متوقف ساختند. منبع همچنان گفته است در حال حاضر سیستم برقی اداره ثبت احوال نفوذ با مشکل فنی مواجه بوده و برای ذخیره سازی معلومات شهروندان در این مرکز حافظه الکترونیکی کافی وجود ندارد. به گفته منبع، قبل از این سیستم مرکزی اداره ثبت احوال نفوذ توسط کارمندان تکنیکی خارجی اداره می شد که به دلیل عدم مشروعیت و تعامل گروه طالبان با جهان در حال حاضر تنها کارمندان افغانستانی در این مرکز کار کرده و با مشکلات تکنیکی و کمبود وسایل مواجه شدند. منابع اطلاعاتی از ریاست ثبت احوال نفوذ گروه طالبان در حال از توزیع شناسنامه های جعلی پاکستانی از سوی این گروه به شهروندان افغانستانی جهت جمع‌آوری پول خبر دادند که در مراکز آسان قیمت قیمت یک قطع شناسنامه برقی تا 700 افغانی رسیده است و شهروندان همچنان از افزایش این قیمت بارها شکایت داشتند. گروه طالبان از یک سو با توزیع شناسنامه های جعلی به گونه فریبنده از شهروندان پول جمع‌آوری نموده و در سوی دیگر با توزیع این شناسنامه ها و پشتون های وزیرستانی در تلاش اکثریت سازی پشتون ها هستند. اخیراً سخنگوی گروه طالبان در پاسخ و پرسشی که چرا اکثریت اعضای کابینه و دیگر مقامات گروه طالبان پشتون است گفت: باید بگویم که از لحاظ محاسبه اکثریت تمام ملت ما پشتون هستند و این معناست که این یک امر طبیعی است. افزایش قتل های مرموز. منابع در پروان میگویند که یک مرد 60 ساله به گونه مرموز در این ولایت به قتل رسیده است. این رویداد حوالی ساعت 8 صبح روز یکشنبه در روستای گنداب ولسوالی شیخ علی ولایت پروان رخ داده است. به گفته منابع، این مرد مرزا حسین نام داشت و افراد ناشناس گلوی وی را بریدند. منابع تصریح می کنند که مرزا حسین از باشندگان روستای گندا بود و با هیچ کس دشمنی شخصی نداشت. تاکنون انگیزه این قتل معلوم نیست. محافظ خاص پیشین ریاست جمهوری به دار آویخته شد. طالبان یک محافظ ریاست جمهوری در حکومت پیشین را در ولسوالی پغمان ولایت کابل
حلق‌آویز کرده و کشتند. منابع محلی به خبرگزاری مقامات گفتند که طالبان احمد زبیر، یکی از محافظان ریاست جمهوری در حکومت پیشین، را در ولسوالی پغمان کابل شب گذشته در منزلش حلق‌آویز نموده و کشتند. منابع افزودند نیروهای طالبان شب گذشته و منزل وی هجوم برده و قصد بازداشت او را داشتند که با واکنش خانوادهش مواجه میشوند و پس از لطکو و بستن اعضای خانوادهش او را در صحن اولیش حلق‌آویز کرده و از ساحه فرار میکنند. به گفته منابع، این محافظ ریاست جمهوری پیشین از باشندگان تاجک ولسوالی پغمان بود که پس از سقوط نظام مشغول کشاورزی گردید و با هیچ گروه و جنایی در ارتباط نبود. گفته می شود که پس از سقوط حکومت توسط طالبان، بسیاری از نظامیان پیشین فریب عفو عمومی رهبر این گروه را خورده و در کشور باقی ماندند که شمار آنها از سوی نیروهای طالبان به بهانه های مختلف به قتل رسیدند. و در پایان، مسئولان مالی طالبان در پنجشیر گفتند که در سال مالی 1401 بیش از 63 میلیون افغانی مالیات جمع کردند. تلویزیون ملی تحت کنترل طالبان از قول مسئولان اداره مستوفیات طالبان در پنجشیر گزارش داده است که این پول به حساب حکومت طالبان واریز شده است. بر اساس این گزارش، این پول از درآمد ادارات دولتی، شرکت‌های خصوصی، اصناف و دیگر سرچشمه‌های درآمد مالیاتی به دست آمده است. گفته شده است این 63 میلیون افغانی از اداره احصایه و معلومات، معارف، مؤسسه تحصیلات عالی، شهرسازی و مسکن، مستوفیت و پاسپورت جمع‌آوری شده است. لطف‌الله باور، مسئول جمع‌آوری عواید اداره مستوفیت طالبان در پنجشیر، به خبرگزاری باختر گفته است که درآمد این گروه به گونه شفاف جمع‌آوری می‌شود. طالبان در مورد درآمد خود از پنجشیر در چند ماه گذشته 1402 هنوز گزارش منتشر نکردند. با این حال طالبان ماه اسد اعلام کردند که کار استخراج معدن زمرد در ولسوالی سیاول ولایت پنجشیر را آغاز کردند. تشکر از توجهتان. تا بعد، بدرود.